درود به مردم عزیزم ایران. این گزارش رو میگیرم برای گزارشگر خوب من و تو، در جواب خانم مرضیه برومن که امروز برگشتن گفتن که ما شما رو دوست داریم، نمیدونم ما با اسرائیل میجنگیم، ما با صهیونیست میجنگیم. خانم مرضیه برومن، اولا شما از خودت مایه نذار، از مردم عزیز ایران مایه نذار. شما 85 میلیون تا 90 میلیون این کشور جمعیت دارید. شما الان یک هفته کمپین را انداختید با تمام رسانه‌ای که در اختیار دارید. 3 الی 4 میلیون تیم کمپین شما شرکت کردن که نصفشون خانومن، به هیچ عنوان نمیتونن شرکت کنن. نصفشون هم وجود ندارن که برن به جنگن. نصفشون هم وجود ندارن برن به جنگن. نصفشون هم که فیک. همه ما بازی جمهوری اسلامی رو میدونیم که داستانش چقدر. این یک شکست و یک ننگ تاریخی واسه رژیم جمهوری اسلامیه که یک کشور 90 میلیون جمعیت داشته باشه و توی رسانه ملیش کمپین بذاره با این همه تبلیغات و هزینه‌ای که کرده 3 میلیون تا 4 میلیون شرکت کننده شرکت کرده باشه. آقای عادل فردوسی پور یک نظرسنجی میذاشت تو 2 ساعت 5 میلیون آدم شرکت می‌کرد. ما هیچ سنمی با شما نداریم. شما و آدم‌های شما و ایدئولوژی و تفکر شما کسایی هستن که مهسا امینی رو کشتن، کسایی هستن که آرمیتا گراوند رو زدن که الان تو کماش، کسایی هستن که نیکا شاکرمی رو کشتن، کسایی هستن که صد تا تو یک ساعت صد تا هموطنانی ولی چمون رو کشتن، کسایی هستن که رو مهابات دوشگاه کشیدن، رو مهابات ضد هوایی کشیدن به سمت مردمشون که دست خالی بودن. ما هیچ سنمی با شما نداریم و هیچ گونه تفاهمی با شما نداریم و اصلا شما خودتو به نظر من به مردم ایران نشستی. شما یه سری آدم های پیره خور هستین که من پای منافعتون باشه، هم شرفتون رو میپوشید، هم اعتبارتون رو میپوشید. امثال علی آقا دایی شدن و علی آقا کریم شدن شرف میخواد و غیرت میخواد که شما ندارید. متوجه هستین چی میگم؟ امثال علی آقا دایی و علی آقا کریم شدن شرف میخواد، امثال توماس صالحی شدن شرف میخواد، عشق میخواد، ایرانی رگ خون و رگ ایرانی بودن میخواد که شما ندارین. و این کمپینی که راه انداختید، من میرم حریف هستم و من میجنگم و من نمیدونم چی. ما زودتر خیلی خوشحال میشین که زودتر شما گورتون رو گم کنید از این مملکت، برید بجنگید که آقا این مملکت از لوس وجود شما باشه. ما هم راضی، من به عنوان یک ایرانی که کسایی که اطرافم هستن، کسانی که اطرافم هستن، میدونم که اصلا بسیار بسیار از این قضیه خرسند میشیم که شما زودتر گورتون رو گم کنید، برید شهید بشید. الان بهترین موقع است. بفرمایید برید شهید شید، برید این سناریویی که خودتون چیدید مثل سال 88 که تهران داشت سقوط میکرد و بسیجی و سپاهی اومدن پرچم حسین آتیش زدن و مردم رو باز خر کردن و الان هم مردم خاورمیانه که سکوت کرده بودن و با یه بیمارستان که 100 تا فیلم اومده بیرون که آقا ما نزدیم، میگم مثلا مردم دنیا خرن. بس اصل تکنولوژی تمام دوربینا هوایی هستش که اصلا هیچ شلیکی از سمت اسرائیل به اون بیمارستان نشده که یه سناریو چیدین، یه جنگی درست کنید 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بیشتر بمونه که مردم ایران بسیار هوشیارتر تر از این حرفون و وجود اینو نداری شما جنگو شروع کنی، چون اولین جنگی که بشه تو کشور جنگ داخلی میشه، چون اولین جنگی که بشه جنگ داخلی میشه و شما وجود این حرفا رو نداری که جنگو شروع کنی. و البته ما بسیار بسیار استقبال میکنیم از این قضیه که شما شروع کننده جنگ بشید، بسیار بسیار استقبال میکنیم. ببینیم اون وقت اون با چه پشتوانه مردمی شما میخواهید برید بجنگید. ما بسیار بسیار استقبال میکنیم و در آخر روزی 1000 بار جانم فدای ایران، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.